گویم بینندگان عزیز، این را از برای این که تذکر بدهم که اینطوری نیست که بعد از انقلاب ایران اینها شیعیان را تکفیر کردند. یعنی وهابیت قبل از انقلاب ایران هم با شیعیان بد بودند، اما تا زمان انقلاب ایران بله وهابی دولت عربستان سعودی به خاطر منافع استراتژیک خود و به خاطر منافع سیاسی خود و به خاطر بقای سیاسی خودش احتیاج به تکفیر شیعیان نداشت. این خیلی مهم، چون حکومت شاه حکومت سکولار بود. یکی از کتابهای یکی از علما را خواندم، خاطرات خودش را نوشته از معممینه، یا میگوید در زمان شاه شیخ عیسی ابن حماد آل خلیفه یا حماد ابن عیسی آل خلیفه که پادشاه قطر بود، آمد قطر، قطر بود یا بحرین بود، خلاصه دیدن شاه آمد. اون زمان ولی عهد بود، شاه یک هفته بهش راه نداد. اونجا در هتل مانده بود که شاه مرا کی راه میده. وقتی که راه میده ولی بعد از یک هفته بهش راه داد، اونجا بسیار به صورت حقیر آمد و اونجا از اونجا بیرونش کرد. بله میگفت سفیر عراق میگه خودش میگه برای من نقل کرد که من رفتم دیدارش، دیدن شاه رفتم. وقتی که رفتم اونجا برای من گفتن که تو باید وقتی دیدن شاه میری بله یک بالا پوشه که خود اون آوازه ضد میکروب اینو بپوش برو بعد دیدنش برو. گفت اونجا رفتم دیدن شاه، اون بالا پوش ضد میکروب پوشیدم، اونجا حق نشستنم ندارم، شاه اونجا نشسته بله روی صندلی، یک سگم در کنارشه، با اون سگ خوش بازی میکنه. اصلا به من نگاه نکرد، حرف ما گفتم که من این دولت، این پیغام را از طرف عبدالرحمن قاسم بوده، زمان کی بوده؟ اون زمان سابق، زمان قبل از صدام این پیغام را آوردم. شاه اصلا نگاه نکرد، وقت ملاقاتم تمام شد، اون مسئول دربار با من اشاره کرد که برو. خب در اون زمان شاه این کشورهای عربی این پیش شاه ذلیل بودند، از یک طرف، از جانب دیگر دولت شاه، شاه ایران دولت سکولار بود، مذهبی نبود، لذا به خاطر اینکه مقابله برای شاه بکنند این، و شاه هم اینطوری نبود که بله بخواهد که دولت عربستان سعودی را ساقط بکنه، دولت مصر را اونجا انقلاب برپا بکنه، این چنین اهدافی نداشت. لذا اصلا عربستان سعودی، رؤسای عرب، اینها احتیاجی نداشتن برای تکفیر شیعه. برای چی؟ برای بقای سیاسیشان، برای حفظ کشورهایشان، برای حفظ حکومتهایشان، برای مقابله با نفوذ ایران احتیاج به تکفیر شیعه نداشتن. وقتی که آقای خمینی انقلاب کرد و در ایران دولت تشکیل داد، این معادله کاملا عوض شد. دیگر شاه دیگر رفت و اینجا یک دولت سکولار نیست در ایران، یک دولت مذهبیه که در رأس آن رجال دین شیعه قرار گرفته، آقای خمینیه، آقای منتظریه، آقای بهشتیه. ولی ماشاءالله اونجا معمم دور آقای خمینی را گرفتن، همه اینها داد از مذهب میزنن، از اسلام میزنن، از قرآن میزنن، از وحدت بین المسلمین میزنن. و این دولت جدید در کشورهای اسلامی همه گی در اون کشورها انقلاب میخواهد، میگن که سران عرب همینا فاسدند، دولت عربستان سعودی فاسده، دولت اردن فاسده، دولت مصر فاسده، فلانی فاسده، فلانی فاسده، صدام فاسده، کافره، در این کشورها همه ایش باید انقلاب بشود و بله مسلمین باید قدرت را به دست بگیرند و مسلمین باید یک ید واحده باشد بر علیه کفار. لذا چی کار شد بینندگان عزیز؟ خب الان عربستان سعودی احتیاج دارد به چی چیز؟ نه تنها عربستان سعودی، دولت اردن احتیاج دارد، دولت مصر احتیاج دارد، حکومت پاکستان احتیاج دارد، کشورهای اسلامی همگی احتیاج دارد به چی چیز؟ به تکفیر شیعه. تکفیر شیعه که شیعه کافر، شیعه زندیق، این بهترین سلاح که آقای خمینی دیگر بله در گور بره، اما این تمنا را، این آرزو را که من رهبر جهان اسلام می شوم، او را بله این را در کله اش خطور دیگر نکنه. و اینها به صورت گسترده شروع کردن و چی کار؟ برای اینکه شیعه را چطور تکفیر بکنیم، راهش چی بود؟ لذا قبل از انقلاب ایران علمای عمری راجع به کتاب های شیعه چی نمی دانستن و تألیفات اونها بر اون دلالت دارد.
بعد از انقلاب ایران دیگر اینا تمام کتابای شیعه را گشتن و مطالب را استخراج کردن، مطالب را استخراج کردن به خاطر تکفیر شیعه. و این کار همش با سرمایه کشورهای عربی انجام پذیرفت و به صورت گسترده در جهان اسلام پخش شد و نتیجهش امروز داعش و امثال آن نتیجه همونه، نتیجه اون تکفیر و تحقیقات تکفیری و تبلیغ تکفیری که عربستان سعودی شروع کرد. و نه تنها عربستان سعودی، حتی امریکا اینا هم راضی بودن به این کار، چون این بله و امریکا از لحاظ نظری و از لحاظ اعتقادی هیچ گونه مشترکاتی با وهابیت نداره، اما خب دشمن دشمنی ایران سبب می شود که با عربستان سعودی اینا دوستی بکنند. دشمن من دوست منه، چون بله ایران هم شروع کرد با دشمنی با آمریکا، دشمنی با انگلیس، دشمنی با تمام دنیا، لذا تمام دنیا در برابر وهابیت اینا سکوت کردن یا همکاری کردن و تکفیر شیعه به صورت خیلی گسترده در تمام دنیا رواج یافت. و در این 35 سال بله عربستان سعودی و وهابی ها توانستن در تمام دنیا مدارس خیلی مجلل، مدارس دینی، مساجد خیلی عالیشان، دانشگاه های درجه یک اسلامی وهابی خودشان تأسیس بکنن و بله ده ها بلکه صدها هزار نفر را در اونجا تعلیم بدهند و تدریس بدهند و اونا را تربیت بکنن با همین فکر تکفیر. بله و خب چرا داعش به وجود نیاید؟ چرا داعش به وجود نیاید وقتی و امثال داعش چرا به وجود نیاید؟ چرا شیعیان به صورت گسترده به دیده کافر نگاه نشوند؟ خب تمام اسباب آن موجوده و تمام سرمایه در اختیار تکفیری ها قرار دارد.